بله، از آن ادامه برنامه صبح فردا است و باز هم در خدمت شما ازان هستیم و در این بخش قسمی که بر شما گفته بودیم با جناب استاد سلمان علی و روزگانی هستیم که هنرمند خطاط و خوشنویس هست و امروز روی این موضوع میپردازیم و بررسی میکنیم که خطاطی و خوشنویسی چگونه یک هنر است و چقدر استقبال کننده داره و کاربردش در شرایط امروزی چی میتونه باشه. جناب استاد درود بر شما، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارای شما و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون رای فردا. ما پیش از آغاز سخن ابراز همدردی و غمشریکی میکنم با خانواده های داغدار و مظلومی که دیروز دخترها و پسرای جوان خودم و دانش آموزای خود در فاجعه بزرگ و علمناک کاج از دست دادن. خداوند بزرگ به تمام زخمی های فاجعه علمناک شفای عاجل عنایت کنه. روح بزرگ و مطهر شهدا را با روح آقا با عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها محشور بگردانه. در خدمت شما هستم و سوالی اگر بود پاسخ میدیم. خیلی سپاس جناب دکتر استاد. به این صحبت ها را از اینجا شروع کنیم که هنر خطاطی چگونه یک هنر است؟ البته این بحث بسیار مفصل است. از دیدگاه بعضی ها خطاطی هنر نیست، ولی تعریفی که از هنر ما میبینیم خطاطی هنر به او بخش از تعریف ها و تفصیلش من نمیپردازم، منتها چند نکته ای را بسیار متبرجسته عرض بکنم در مورد خطاطی. کلن خط بس شیوه و سبک و سیاقی که امروز در دسترس ما و شما هست البته متنوعه. به طور قطعی میشه گفت که بعد از ظهور دین مبین اسلام فرهنگ و تمدن اسلامی بسیار زیاد حمایت کرد از هنر خوشنویسی و خطاطی تا قرن هشتم و آخرای قرن هشتم یا آغاز قرن هفتم به قول عربا اقلام سته یعنی خطوط تقریبا هفتگانه مطرح بود که اونا تماما عربی بود. من البته این شعر بارها در بعضی جاها گفتم، خوبه که بازم بگویم بینندگان شما ببینه بشنوه. مولانا جامی میگه کاتبان در هفت خط باشن به طرز مختلف، سلسریحان و محقق نسخ و توقیع و رقا، بعد از آن تعلیق آن خط است کش اهل عجم، از خط توقیع استنباط کردن اختراع. خط تعلیق آخرین خطی بود که بعد از امی اقلام سته میگه اهل عجم، عجم مسلمان های غیر عرب میگه، اینا اختراع کردن و بیشتر در همین حیرات باستان ما و شما این خط معروف شد، بسیار رونق گرفت و حتی تا زمان سلاطین تیموری و شاهان تیموری که در حیرات بودن این خط کار میشد و بسیار به زیبایی کار میشد. و قاآنی در این مورد میگه ای زلف تو پیچیده تر از خط ترسل. خط ترسل نام دیگه یعنی خط تعلیق بود که از بس که پیچش داشت و پیچیده بود اینا، و زلف به اصطلاح به خط ترسل تشبیه میکرد در شعرش. بله. روی هم رفته امروزه اقلام سته عربی خص رسم الخط و به اصطلاح مربوط به دنیای عرب و زبان و ادبیات عرب هست، اگرچه ما در زبانهای دیگه ما استفاده میکنیم هیچ مشکل نداره، منتها خطی که پسان باز توسط مرحوم میرعلی هیروی، البته با بعضی روایت ها میرعلی تبریزی اگرچه تحقیقاتی که ما کردم قبل از میرعلی و میرعلی هیروی و میرعلی تبریزی هم قطعات بسیار مترکم و محدود از خط نستعلیق دیده شده. روی هم رفته خط نستعلیق به اوج شکوفایی و وضع قواعد و اصولی که به اصطلاح این مفردات آوردن در قالب یک چارچوب قرار داد، خدا رحمت کنه مرحوم میرعلی هیروی کار انجام داده. برای اولین بار قالب چلیپا را مثلا در خط نستعلیق میرعلی هیروی به وجود آورد و ابداع کرد.
لذا خط نستعلیق امروزه به عنوان سرآمد همه خطوط و زیباترین خط و در عین حال مشکلترین خط مطرح است که مربوط به زبان و ادبیات بسیار بزرگ و فاخر و تاریخی و کهن زبان فارسی است. بعد شکست نستعلیق هم به وجود آمد و البته به خاطر از اینکه نستعلیق بتانن به سرعت بنویسن و نستعلیق به سرعت نوشته نمیشه، بسیار با طمأنینه و خیالی راحت و بسیار موتور با آرامش بد نوشته شوه. بعد خط شکسته از این سرعت نویسی نستعلیق به وجود آمد که او یک مقدار پیچ خم داره و به سرعت میشه نوشت و زیبایی بسیار خاصی هم داره اما خواندنش برای همگی میسر نیست. بیشتر جنبه تفننی داره، جنبه زیبایی داره. و این خط شکستن پسان باز توسط مرحوم درویش طالقانی به وجود آمد و امروزه چیزی که ما در دسترس خود داریم خط نستعلیق و شکست نستعلیق بسیار زیبایی های خاص و ممتازی داره و خطوط دیگه هم بیشتر جنبه های دینی داره که متون دینی با او کار میشه، مثلا قرآن کریم با خط نسخ نوشته میشه، در مساجد و معابد و به اصطلاح عبادتگاه ها و زیارتگاه ها اینا خط سلس مثلا مزین میشه و در معماری ها و اینا استفاده میشه. دیگه خط ریحان و مثلا بعضی خطوط دیگه بسیار کمتر استفاده میشه و اقلامی که من عرض کردم. ما خوبه که یک نکته را همینجا باز یک پرانتز باز کنم، بین خط علمی و کاربردی ما امروزه در قرن 21 در وضعیت قرار داریم که ما خودم شخصا خط یا هنر خوشنویسی را به دو بخش تقسیم میکنم، یک بخشش خوشنویسی علمیه و یک بخش دیگهش کاربردیه. کاربردی برای استفاده و به اصطلاح مسائل روزه، استفاده روزمره که او را کمپیوتر و تکنولوژی و تجهیزات جدیدی که وارد دنیای ما و شما شده بسیار کم رونق کرده، اگرچه در گذشته ها بسیار زیاد رونق داشت چون این اسباب و وسایل نبود. خطاطا همیشه با دست کار میکردن، مثلا مرحوم یاقوت مستعصمی 368 جلد قرآن با دست نوشته کرده. این آدم هر قرآنی که می نوشته بعد یک شماره می زده بر زوی، در ماه دو جلد قرآن می نوشته. مستعصمی یا یاقوت سرعت بسیار بالا داشته دستش و کار می کرده و با دست می نوشته و بسیار خط زیبایی هم می نوشته، قرآن هایش هم یعنی هم موجود هست بعضن. ولی امروزه او صحبت ها تقریبا منتفیه، اگرچه در بخش قرآنی من معتقد هستم قرآن باید و باید خوشنویسی شود و زیبایی قرآن و صلابت و شکوه قرآن با خطیه که با دست نوشته میشه و قلم نی و ابزار سنتی. ولی در سایر ابعاد به صورت کاربردیش میشه کمپیوتر ما استفاده بکنیم، زیاد مسئله نداره. منتها این قسمتی از خوشنویسای ما و شما را که کاری بازاری میکنه و تجاری کار میکنه، یعنی صنعت کار میکنه نه جنبه هنرش، اخلال کرده و مشکل ایجاد کرده برای درآمدشان و بازاریابی و صحبت ها. اما جنبه علمی جنبه بسیار وسیع و گسترده و پیچیده است که اگر در لابلای صحبت ها شما اگر او را خواستین من او را کمی تفصیل بدم. بسیار علی، بسیار علی. چطور است امروزه کدام خطا در افغانستان بیشتر طرفدار داره جناب استاد، بیشتر استقبال میشه و راحت تر است برای مردم استفادهش؟ البته افغانستان چون امو خمیرمایه و اسکلت اصلیش زادگاه و خیزشگاه زبان و ادبیات فارسی است، این به گواهی تاریخی هیچ کس منکر شده نمیتونه. ما مستندات فراوان داریم که هیچ جای بحث نداره و از طرف دیگه خود نستعلیق در همین سرزمین، حالا قدیم این خطکشی ها نبود، یک سرزمینی به نام خراسان بزرگ مثلا یاد میشد، بیشتر گمان زنی ها به طرف هرات هست که در هرات اگر با وجودم نامده باشه همونجا شکوفا شده و همونجا رونق گرفته و همونجا کار میشده و هنرمندان هرات روی زی بسیار زیاد کار میکرده و شکست نستعلیق همچنین. بنابراین تا جایی که من میبینم مادر خطوط اسلامی امروزه خط نستعلیق هست و ما در امر آموزش هم اول خط نستعلیق به شاگرد تعلیم میدیم
در پالویزی میتونه انتخاب بکنه شکست را، سلس را، ریحان را، مثلا نسخ و اقلام دیگر میشه انتخاب بکنه، ولی خط اصلی خط نستعلیق هست. نستعلیق هم به خاطر ازی که هم خطی بسیار تازهیه بله. و هم زیبایی های بسیار خوبی داره و هم از لحاظ تمرین و ممارست چشم و دست و ذهن و خلاصه تمام حواس خوشنویسه با او تمرین و ممارست تقویت میکنه و بالا میره، حتی روی اعصابش تاثیر میگذاره و اعصاب هم قوی میشه، چون در خط نستعلیق کوچکترین لرزش اندام خط خراب میکنه. حتی در کشیده ها ما وقتی نوشته میکنیم کشیده ها مثلا از 9 الا 11 نقطه ابعادش درازیش به اصطلاح یا طولش اندازه گیری میشه، نفس نباید کشیده شوه و نفس هم نباید پس داده شوه. اگر نفس کشیده و یا پس داده شوه موج خرابی ایجاد میشه. لذا وقتی شروع میشه تا پایان باید نفس قید باشه. این کار شبیه از ویژگی های نستعلیقه و نستعلیق خط فوق العاده زیبایی هست و امروز در افغانستان هم نستعلیق رونق بسیار خوبی دارد. نستعلیق نویسای بسیار خوب ما داریم در ایران هم نستعلیق، حتی در کشورهای عربی نستعلیق فوق العاده زیاد دوست دارن، احترام دارن و شکوه و عظمت ازیرا واقعا تعظیم میکنن. در ترکیه، در پاکستان، مثلا بعضی کشورهای دیگه خط نستعلیق فوق العاده خط مورد پسند آدمایی هست که متخصص، کارشناس، نکته سنج و تیزبین و هوشیار هستن. بسیار عالی. جناب استاد، یک چیزی که یک سوالی که به ذهن من همین اکنون رسید، حالا چه چیزی از خط شما را مجذوب خودش کرد که رو آوردیم به فرا گرفتن علوم خط؟ ببینید، من پیشتر یک اشاره ای کردم، هنر خوشنویسی به دو جهت، یکی که از لحاظ بصری یا دیداری بله پیام داره و زیبایی های خاص خودش داره. او زمانی حاصل میشه که خطاط مفردات یاد بگیره، بعد وارد عرصه ترکیب و دیزاین و طرح و یا با گفته بعضی ها کمپوزیشن شوه. اونجا تعادل و تناسب و به اصطلاح فضاهای منفی و مثبت و اینا محاسبه میشه، یا با قول خطاطا سواد و بیاض و اینا در نظر گرفته میشه. او زیبایی ها جذبه بسیار خوبی داره و از لحاظ بصری بیننده یا مخاطب وقتی مواجه میشه با یک تابلوی خط یا یک قطع خط، اول همی چشمش به کلی امو اندام میخوره و او دیزاین و طرحزو برش پیام داره و گفتنی هایی داره از لحاظ زیبایی شناسی. بعد وارد محتوا که میشه پیام کلامی داره، یعنی هم پیام بصری داره و هم پیام کلامی داره. پیام کلامی خط همیشه شکر خدا مثبت بوده. ما هیچ خطاطی را سراغ نداریم در تاریخ که کلمه بد نوشته باشه یا مردم را به چیزهای بد مثلا بله. تشویق و ترغیب کرده باشه. همیشه خوبی ها رو می‌نویسه، نصیحت هست، موعظه است، از قرآن کریم هست، احادیث، روایات، اشعار بزرگان است، مثلا پند و نصایح، همیشه صحبت ها اینا خود تاثیر مضاعف داره. وقتی بیننده یک بار با پیام تصویری روبرو میشه، بعدم پیام کلامی رو میگیره، تأثیر گذاری برای تغییر مثبت مضاعف میشه، دو برابر میشه. ما نقاشیم کار میکردم در جوانی، منتها دیدم که نه، با گفتی بعضیا که با یک دست دو این دوانه برداشته نمیشه، نقاشی رو گذاشتم کنار، خط ترجیح دادم. و این خط چون افغانستان متاسفانه در اون زمان ما خوشنویسای مطرح و آنچنان خوبی نداشتیم، یک کمبود احساس میکردم، روی خط رو آوردم. اینا در حدود 40 سال یا بالاتر از 40 سال میشه من خط کار میکنم و معتقدم هستم که فقط به نستعلیق کار بکنم. در پالوی شکسته یکان وقت تفننی برای بعضی مسائل مثلا می نویسم، ولی تمرکزی اصلی ما روی یک خط و هم نستعلیق هست. ادعای نمیدانم 7 قلم و نمیدانم 14 قلم و بعضی ها که داره یک ادعای خوب نیست. آدم امکان نداره، عمری آدمی کفایت نمیکنه که حتی یک خطا به طور کمال و به طور بسیار مطر جمال مطلق بنویسه، چون تا 40 سالگی را دست پخته نمیشه. بعد از اینکه دست پخته شد اونقدر زیاد فرصت هم نمیمونه دیگه، ضعف چشم و نمیفهم دست و بعضی مسائل دیگه، مخصوصا برای ما مردم افغانستان که متاسفانه مشکلات متعددی دیگه هم داریم،
حاصل میشه و نمیشه رساند همه را. لذا ما همیشه همه شاگردار و هنرجوها رو گفتم که روی یک خط متمرکز شوید و حتی همون یک خط مثلا در نستعلیق هفت اندازه است. این هفت اندازه را تمامش از غبار مثلا تا کتیبه را هم امکان نداره آدم به طور کمال یاد بگیره. بله. روی دو سه اندازهش تمرکز بکنین، امور بسیار متد زیاد تمرین بکنین و کار بکنین که به کمال برسین. چون در خط روی هر اندازه که بیشتر کار شوه، بیشتر تمرین شوه، امو پخته تر میشه. دقیقاً. بله. تشکر جناب استاد از تشریف آوریتان. در اخیر اگر در این راستا پیام گفتنی داشته باشین ما میشنه. ما پیام خاص ندارم، منتها اشاره باید بکنم که خوشنویس های ما توجه داشته باشند. میراثی که برای ما باقی مانده میراث بسیار گرانبهایی هست و سالهای سال بزرگانی چون میرعلی هیروی و میرعلی تبریزی و میر عبدالرحمن هیروی و میر عماد الحسنی و مرزا غلام رضا اصفهانی و خیلی های دیگر روی خط نستعلیق کار کرده و زحمت کشیده، خون دل خورده، ما هم میراث بسیار همونطور با امانتداری کامل نگه داریم و ایرا پاس بداریم و پیش ببریم. اگرچه ناملایمات زیاده، مشکلات اقتصادی را خطاطا و خوشنویسا فوق العاده زیاد داره، ولی با این حال بازم رسالت ماست که میره به عنوان یک امانت و یک میراث بسیار همونطور ارزشمند با نسلای آینده خود انتقال بدیم. بسیار انشاءالله. تشکر جناب استاد، خیلی سپاس که امروز تشریف آوردیم. سلامت باشید. بله و تشکر میکنیم از شما بیننده های عزیز که امروز هم بیننده برنامه خودتان بودید. امیدوار هستم که امروز هم داشته های امروزی ما مورد قبول شما واقع شده باشه. تا فردا خدا نگهدار. بله تا برنامه دیگر و تا درود دیگر. بدرود.